آره. و توی مدرسه علاقه به سینما داشتی؟ اصلا سینما میرفتی؟ با بابات سینما میرفتی؟ با مادر سینما میرفتی؟ نه آقای جیرانی، پدر من میگم مهندس مکانیک بود و خیلی جدی فکر میکرد که نه اصلا تو برنامهش نبود، یعنی فکر میکرد که بچه‌هاش باید یه کار مثلا دکتر مهندس شن، یه کار مثلا دولتی گیره و خیلی مثلا بیمه و نمیدونم مثلا حقوق ثابت و اینا خیلی براش مهم بود و اینا، و اصلا تو تصورش هم نبودش که مادرم خانه‌دار بود، ولی میگم اصلا خیلی با دنیای هنر بیگانه بودن و دور بودن و اینا. سینما اون موقع بچه دیگه به یه سنی که رسیدم خودم رفتم، یعنی خودت یعنی خودت نمیدونی اصلا سینما، اصلا پدر مادر سینما میرن خیلی کم، خیلی بیشتر آلمانی تو رو منضبط و آره بیشتر از روحیه مهندس مکانیکی شو بیشتر به نظر میاد. پس چند سالگی تنها رفتی سینما؟ من دیگه دوران دبیرستان با دوستان میرفتم سینما. بله میشه دهه اواخر 60 میشه. بله بله آره. من دیگه مثلا 72 74 اینا توی دبیرستان بودم دیگه. چه فیلمایی از این تاریخ یادته که رود خیلی لیلا رو رفتیم دیدیم؟ چی رو؟ لیلا رو سینما آستار رو رفتیم دیدیم با همکلاسیام و خیلی اتفاق عجیبی بود، برای اینکه یه صحنه میگم چیزی که الان بهتون گفتم و یهو الان یادم افتاد، اینه که یه صحنه توی اون فیلم که خب خیلی صحنه تاثیرگذاریه، آخر فیلم این اتفاق میفته که اون زن دومی که کاراکتر علی مصفا میاره به خونه به عنوان عروس، خب خیلی صحنه تاثیرگذاریه که لیلا حاتمی، شهرای فرانی و لیلا حاتمی دوچاره انقلاب میشه، منقلب میشه و فلان و اینا، و یه جا قبلش لیلا حاتمی داره یک تخت خوابی رو مرتب میکنه، در حقیقت یک هجله ای رو داره آماده میکنه برای اینکه همسرش یک زن دیگه ای رو بیاره بخونه، و مردم شروع کردن سوت و دست و جیغ و خنده و تو سینما آستارا. تو سینما و خیلی همون زمان با وجود اینکه من سنم کوتاه بود داشتم فکر میکردم که این صحنه به شدت صحنه غم انگیزیه که یک زنی داره این فداکاری رو میکنه که درش هم در عین حال نمیگنجه اون میزان فداکاری، و در حقیقت یک تخت خوابی رو برای شوهرش و همسر جدیدش داره آماده میکنه، ولی در این حال مردم میدونی، من فکر میکنم که اون بود اروتیک ماجرا انقدر هیجان زده کرده بود آدم ها رو، برای اینکه اون دوران به خصوص اصلا صحبتی از این ماجراها نمیشد و دیده نمیشد، اون باعث شد که یک هیجانی بهشون بده که اینا شروع کنن سوت و دست زدن، ولی برای من که یه بچه 16-17 ساله بودم خیلی همین شبیه تضاد تاثیر نداشت. وقتی لیلا ترک کرد، یعنی وقتی لیلا ترک کرد خونه یه چیزی، چرا؟ ببینین، برای اینکه اون زمان پایان بندی ها، خب مثلا ما اون موقع مثلا تو مدرسه سیمین دانشور میخوندیم، کتاب های سیمین دانشور میخوندیم یا کتاب های صادق چوبک رو میخوردیم، برای من که به هر حال یه بخشی با یک ادبیات، خصوصا ادبیاتی که دراماتیکه و تلخه و برای پایابندی های بله پایابندی های یه ذره متفاوتی داشته باشه، اینکه با کاراکتر پردازی هایی که مثلا فکر کنی یک زن یک فداکاری کرده در لحظه آخر پشیمون شده، اینا خیلی غریبه نبودم. یعنی میدونی چه لیلا این کارو کرده؟ اون در اون سنت میفهمیدی چه لیلا این کارو کرده؟ بله میفهمیدی لیلا مقابل سنت وای موسیقی؟ بله میگم، خصوصا که میگم شاید به دلیل همون کتابایی بودش که حالا یواشکی میخوندم و اینا، آقای جیرانی سب کن، این سوبشون رو خوندم ازشون، خیلی مجموع داستان از ایشون خوندم، ولی باز الان حضور ذهن ندارم، ولی سوبشون رو بله سوبشون رو همه خوندن. یه مجموع داستان بعد از انقلاب داره که اسمش من یادم رفته، منم یادم رفته. آره. ولی مثلا من خب صادق هدایت تقریبا تمام داستانش اون موقع که جوان بودم، تمام مجموع داستان من یادم که مثلا توپ مرواری گیر نمیومد اون زمان، و یادم که با یک بدبختی عجیبی از یه جای پیدا کردم و گرفتم. نمایشنامه اون داستانه چیزی شد. قاچاقی دست. ولی کن که اصلا دنیای تو صادق هدایت چی دوست داشتی؟ کدوم از اثرش دوست داشتی؟ خب بفکر که همه دوست دارم، ولی یه کتابی داره به اسم عالیه خانم و ولنگاری. باز اگر من بگم بعد کرونا اصلا یه ذره احساس میکنم حافظم سر اسم و اینا همینطوری تعطیل بود، بدتر هم شده، ولی این عالیه خانم و ولنگاری در حقیقت دو تا داستانه توی اون، یعنی یه مجموعه داستانه و این اسم کتابه. آره نه درسته، خیلی تا اونجایی که منم حافظم یاری میکنه عالیه خانم ولنگاری شده، ما عالیه خانم فکر میکنم اسم کتاب اینه، یه چیزایی یادم، ولی در واقع
آره. خب هدایت خوندی، خیلی خوبه هدایت بله. خوندی. اون زمان کتاب زیاد ما میخوندیم آقای جیلن. تو خونت کتاب بود؟ تو خونت کتاب بود؟ اصلا پدرت کتاب میخوند؟ خیلی، پدرم کتابای در مورد ماشینالات و کی تو رو به کتاب خوندن علاقه من کرد؟ در حقیقت خواهر بزرگترم که 6 سال از من بزرگتره، ولی عمه‌ای داشتم که معلم، دارم هم هنوز خدا حفظش کنه، معلم بود ایشون. ما خیلی از بچه‌های اون کتاب خوندن یاد گرفتیم، یعنی از دخترم من و پسرم هم در حقیقت، چون اونا کتاب خون بودن و مثلا عمم همیشه برای ما گفت درست اگه خوب شه کارنامت 20 شه نمرت خوب شه مثلا فلان کتاب برات میخرم. ما در حقیقت فرهنگ کتاب خوندن رو از اون خانواده یاد گرفتیم. کتاب خوندن خب اون موقع به